بشقابی که میخوام امروز براتون آماده بکنم خیلی راحته. توی یه دونه بشقاب سه تا چیز داریم، یه سالاد سیب زمینی، یه دونه هم کتف سرخ شده، که از هر کدوم از اینا میتونید جدا جدا هم استفاده بکنید. فقط حواستون به ترتیب کار باشه که میخوام چیکار کنم. مرحله یک مزه دار کردن این کتفای مرغ. پودر سیر بهش میزنم، یه قاشق پودر پیاز، فلفل سیاه هم من پودر ریزش رو استفاده میکنم این بار، به خاطر اینکه میخوام ادویه ها خیلی دیده نشه. پودر پاپریکای شیرین استفاده میکنم و یه کوچولو فلفل قرمز تند میخوام. این کاملا اختیاری، اگر دوست دارید تند، یعنی این مقدار بال این کتف ما رو تند خواهد کرد. یکم نمک برای اینکه این ادویه ها راحت تر بچسبن به این کتفا، یکم هم روغن زیتون. الان قشنگ اینا رو یه دست میکنم، میریم سراغ مرحله بعد. قشنگ همه جاش باید یه شکل بشه این ادویه. حتی وقتی که میره توی مایتابم باز اونجام هم میخوره. خب این الان عالیه، به به. حالا میتونید هر مزه‌ای که دوست دارید رو روی این کتفا انتخاب بکنید. مثلا فرض بفرمایید ببریمش روی سیر و جعفری، این دیگه انتخاب با شماست. یه چیزی میذارم رو درش، فعلا میذارم این کنار. میرم سراغ سیب زمینی ها. سیب زمینی ها رو تو هر ابعادی که دلتون میخواد، اینا رو قشنگ شستم، خشکم هستن. توی چه ابعاد؟ این شکلی خلالشون میکنم، چون دارم هم بسه یه دونه بشقاب درست میکنم دیگه، دوتا سیب زمینی کافیشه. اینم از این میریزمشون توی ظرف مناسب فر، قشنگ پخششون بکنید. فقط هم بهش نمک میزنم، روغن زیتون، فلفل سیاه، همین هم روغن زیتون، اینم از این فلفل سیاه. اینجا دیگه فلفل سیاه رو آسیاب میکنم به صورت تازه. تمامه، فرم گذاشتم داغ بشه. الان فر داغ میشه، کتفا رو میریزیم توی ماهیتابه تا این کباب میشه، این سرخ میشه، یه سالاد خوب درست میکنیم. از این راحت تر چی میخواید؟ خدا منو برای چی آفریده؟ برای اینکه کار راحت کنم، آشپزی رو راحت کنم. فقط اگه بتونم یه بشقاب خوبم براش انتخاب بکنم که خیلی خوب میشه. این که میره تو فر، فرم الان داغ داغ، حواستون باشه فر باید از قبل داغ شده باشه، چون اگه داغ نشه نحوه پخت سیب زمینی به هم میریزه و اون حالتی که دلتون میخواد نمیشه. بریم رو گاز. مایتاب هم میبینید داغ داغ. اینم از این، یه چیکه روغن، و قشنگ اجازه میدیم تا اول تر کامل اطرافش سرخ بشه، بعد از اون میذاریم که مغزش هم کامل بپزه. وای به به، نگاه کن. به به.
این حدود 15 دقیقه نیاز به پخت داره. حالا درشو میذارم، حواستون باشه تو این 15 دقیقه باید بید مدام به سر بزنید، اگرم نیازی داشت اون یه چیک آبو بدید که این خیلی خوشمزه میشه. سریع یه دونه سالادم درست میکنم که کلمه بنفش توش داره. آقا من یه سوالی دارم، اینو امروز رفتم اینجا بگیرم روش نوشته بود کلمه قرمز، این قرمزه آیا؟ اما فقط همین یه مقدارش رو استفاده میکنم. و نکته اینجاست که آها، برای شستشوش هم بگم، من این سرش رو، این تهش رو بریدم، دو تا لایه از این کلمه رو برداشتم و انداختم دور و دیگه رسیدیم به یک جای بکر. برشش رو ببینید، برشش خیلی مهمه که نازک باشه. این اون برشیه که برای این غذا من در نظر میگیرم. ببینید خیلی نازک، با حوصله. حتما نیاز به تخته کار دارید توی این سالاد. آروم با حوصله، تازه بازم زیاده. ای دیگه حالا اضافهش رو کسی هست که میل کنه؟ کی؟ خب یه دونه ظرف، این ظرف سرو نیست، ظرف سالاد درست کردنه. میریزم داخل این، بریم سراغ هویج. آها اینجا رو کنید، صداشو گوش کنید. ما برای این حالته که مثلا صدای سوختگی داره میاد، در رو ور میدارید، یه چیک آب میریزید و این حرکت رو انجام میدید. هم کاراملی میشه، هم نمیسوزه، هم اون آب بخاری که تولید میکنه باعث پخت بهتر کتف میشه. خب هویج، و رنده درشت. یکم دیگه کافیه. اینم از این. خیلی سالاد خوبی میشه. اگر دوست داشتید یه دونه سالاد هست خیلی معروفه، بغل سوخاری ها ازش استفاده میکنن، همینه، کلم سفید بهش بزنید. اگر خواستید یه کوچولو کشمش هم بهش اضافه بکنید به همراه مایونز، فلفل ها و نمک. همین ذرت هم دیدم که میریزن بعضی جاها. خب من الان لیمو بهش میزنم. یکم روغن زیتون. نمک. فلفل سیاه، یک کوچولو برای شیرین کردنش که کار باحالیه، یه قاشق. اون چی بود؟ سرکه بازدارم. سرکه بازدارم. نگفتم اسمشو؟ چی گفتم پر؟ هیچ. یه قاشق غذاخوری مایونز و یه کوچولو سس تون. اینم که کاملا سلیقه‌ایه، هر چقدر دلتون میخواد قشنگ یه دستش کنید. الان همه چیز آماده است و این که این سالاد، به به، ببینید چقدر خوشگل شد، دهنم هم افتاد. خیلی نباید بمونه. یه چیزی توی یخچال دارم، به نظر چی میخوام بیارم؟ شاید بتونی حدس بزنی. کشمش. نه. گردو. نه. سه تا دونه از این فلفلا که شیرین هم هست و رنگش رو باحال میکنه.
ببین اصلا چه عطری داد. خب این از این. بیاید رو گاز یه دقیقه با من. خب فعلا نیاز به آب نداره. چرا حالا نها کنید اینجا رو یه چی نشونتون بدم. این چه خوشگله، اما هنوز یه چند دقیقهش مونده. همینطوری به روند پخت ادامه میدیم. خب این از سیب زمینی هامون که کامل. به 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 به، عاشق بوی فلفل سیاهی هم که روی سیب زمینی کبابیه. چه چیز خوبی انتخاب کردن. وای به به، اینم از این. وای ای وای، ای وای، هر یه نفر مثلا چند تا از اینو میخوره؟ ده تا؟ راحت. خب ما 6 تا میذاریم توی این زهر، 6 تا توی این زهر. این هم از این. و در نهایت این سالاد عالی، این سالاد شگفت انگیز که لب و دهنم رو داره آب میندازه. وای او چی کار میکنی ابراهیمی؟ خب یه نظر بهش بندازید شما فعلا. خوب راضی هم.